اما خبری از عربستان عکس های از خرابی های وسیع در علوامی خبر می دهد. سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر روز یک شنبه به همراه گزارش خود عکس های را از شهر شنشن علوامی منتشر کرده که حاکی از خرابی های وسیع در این شهر است. علوامی که چند ماه است در محاصره نیروهای سعودی قرار دارد، در پی یورش های متعدد نیروهای نظامی و امنیتی به این شهر شاهد ویرانی های شدید زیرساخت ها و املاک عمومی بوده تا آنجا که برخی از اهالی این شهرها ناچار کرده از شهر خود به دیگر مناطق کوچ کنند همچنین این سازمان در گزارش خود به نقل از شاهدان عینی و فعالان مدنی آورده است اعمال خشونت‌آمیز، سرکوب و حدک حرمت از مدتی پیش در منطقه اشارقیه عربستان که عمدتا شیعه نشین است جان تعدادی زیاد از مردم غیر نظامی را گرفته و یا آنان را مجروح ساخته است به گفته ساکنان و فعالان این منطقه اکثر ساکنان شهر علوامیه به اجبار و برای حفظ جان و ناموس خود کوچ کردند و تعداد کمی که نتوانستند از این شهر فرار کنند در شرایطی سخت و بدون وجود خدمات رفاهی مانند آب، برق و خدمات بهداشتی به سر می برند. ساره مدیر شعبه خاورمیانه ی سازمان دیدبان حقوق بشر در این باره گفت مقامات عربستان باید به ساکنان شهر محاصره شده ی خدمات اساسی ارائه دهند و مطمئن شوند که آنها می توانند با امنیت و آزادی کامل در این شهر رفت و آمد کنند وی همچنین با اشاره به مقامات سعودی افزود آنها باید تحقیقاتی دقیق و بیطرفانه را انجام دهند و کسانی که اهالی علوامیه را ناچار به کوچ اجباری کردند باید مورد بازخواست قرار دهند و اقداماتی فوری را برای بازگشت ایمن مردم به خانه های خود در پیش بگیرند مدیر شعبه خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر در پایان گفت مقامات مسئول باید مجوز بازگشایی فروشگاه ها و داروخانه ها را صادر کنند و خسارت ها و ویرانی هایی که به اموال عمومی مردم وارد شده را جبران کنند شاین ذکر بیشتر شیعیان عربستان در مناطق نفتخیز شهرین شرق این کشور زندگی می کنند و همواره با تحرکات ها میز از انزوای خود شکایت کردند این اعتراض ها به شدت توسط مقامات عربستان سرکوب شده است